روز درود و سلام و احترام خدمت یکایی شما بینندگان گرامی برنامه باشناسی باورها از دریچه و پنجره تلویزیون پارس. با 31 برنامه پیرامون تحلیل زندگانی علی ابن ابی طالب در خدمت شما هستیم. در روز سه‌شنبه 27 شهریور ماه برابر با 17 ماه سپتامبر. در مورد زندگانی علی به مواردی اشاره کردیم در بعد سیاسی که میتواند برای ما تحلیلی بده حتی از زندگی امروز، از وضعیتی که ما در ایران دوچارش هستیم. به بحث دوگانگی رسیدیم، یعنی افرادی که در یک ایدئولوژی زندگی میکنن، فکر میکنن، سیاست ورزی میکنن، سیاست گذاری میکنن، امر سیاسی رو به عهده دارن و یک دوگانه سازی ایجاد میکنن، دوگانه سازی که در نهایت در درون خودش حذف رقبا رو، سرکوب دگراندیشان رو، سرکوب مخالفین رو موجه میکنه. این موضوع پدیده است که در جهان کنونی هم وجود داره. در گذشته دین یکی از ابزاری بود که این دوگانه سازی رو انجام میداد. میان اسلام و کفر یک دوگانه سازی وجود داشت که آشتی ناپذیر بود. در متون مقدس مسلمانان، در روایت های موجود، وقتی اسلام و کفر طبقه بندی شد، دسته بندی شد، غیریت سازی شد، سرکوب اونها هم موجه شد و شما باید بجنگید تا اهل کفر از بین بره، تا دین از آن خدا بشه. بعدها در درون شیعه هم این وضعیت ایجاد شد، یعنی شیعه هم به عنوان یک مذهب، به عنوان یک گفتمان سعی کرد یک غیریت سازی بکنه با اهل سنت و دیگر گروه ها و برای همین سعی کرد اونها رو هم سرکوب کنه. یعنی اگر بخوایم نگاه بکنیم چطور در دورانی بابیان، بهائیان و گروه های دیگر سرکوب شدند، نیازمند این فهم هستیم که بدانیم در درون یک بستر فکری افکار دیگر و عقاید دیگر به رسمیت شناخته نمیشه. در نتیجه ایدئولوگ های اون تفکر یا تئولوگهاش سعی میکنن فتوای سرکوب بهائیان یا بابیان و گروه های دیگر رو بدن. در ایدئولوژی های دیگر همین وضعیت وجود داره، یعنی شما میتوانید پان جرمن باشید، به نژاد جرمن باور داشته باشید، به نژاد آریایی باور داشته باشید، بقیه نژادها رو به عنوان یک غیری که نیاز سرکوب اون هست مورد شناسایی قرار بدید، براش کتاب بنویسید، توجیهش بکنید که ما نژاد سازنده هستیم، بقیه نژادها نژادهایی هستند که تمدن رو، اخلاق رو، فرهنگ رو نابود و بعد یک سیستم حکومتی از دل اون ایجاد بشه و وقتی ایجاد شد شما با کوره های آدم سوزی روبرو میشید. به همین سادگی است. یعنی اندیشه هایی که سعی میکرد یک نژادی رو برتر بده، اندیشه هایی که یک طبقه اجتماعی رو بالاتر میدونه، طبقه اقتصادی رو بالاتر میدونه، تفکری که میگه کارگر سالها استثمار شده در طول تاریخ، حالا باید دمار از روزگار طبقه سرمایه‌دار در بیاره. به همین دلیلی که افرادی مثل لاتسیس که در چکا که اون پلیس امنیتی و مخفی شوروی بود، میگو اصلا برای ما مهم نیست که کسی کاری انجام داده یا نداده، مسئله بر سر اینه که او متعلق به کدوم طبقه اجتماعی است، از طبقه کارگره یا نه از طبقه سرمایه‌دار. اگر از طبقه سرمایه‌داره دیگه شما نگردید دنبال پروندش که آیا بر علیه کارگر یا اون آرمان‌های انقلاب در شوروی کمونیستی کاری کرده یا نکرد. همون که در طبقه خاص هست جرم او رو اثبات میکنه. این پدیده است که شما در درون تفکر اسلامی بارها دیدید.
اینکه شما رساله خمینی رو میخونید در اون اشاره میشه که کودک کافر هم نجسه، یعنی اینکه عقیده پدر هرچه که باشه جرم کودک رو اثبات میکنه. این رو هم خمینی از خودش نگفته، از قرآن گرفت، جایی که کفار رو نجس میدونه، ناپاک میدونه، آلوده میدونه. و این نجاست از نظر گرایش فکری است که پدری حالا آینه پیامبر اسلام رو قبول نداره، قرآن رو قبول نداره، اما کودک نوزاد او هم مشمول همین تفکر پدره. هر چی که بر اون پدر بار میشه، ما حتی به یک کودکی که به سن تمیز و تشخیص هم نرسیده بار میکنیم. پس دوگان سازی ها الزاماً در ادیان وجود ندارن، هرچند قدمتش به ادیان میرسه که این دوگان سازی های کاذب رو ایجاد کردن و بعد از دل اون سرکوب اندیشه های دیگر رو موجه کردن، اما الزاماً در ادیان نیست، در ایدئولوژی ها هم هست و سیاستمداران هم سعی میکنن از اون استفاده بکنن برای حذف گروه هایی که با اندیشه اونها یکسان نیست. امروز همین دوگانه سازی ها وجود داره، به خصوص در بین ما ایرانی ها. وقتی بحث ملی و غیر ملی مطرح میکنیم، هیچ وقت یک تعریف دقیقی از ملی گرایی به دست نمیدیم. گاهی ملی گرایی رو مثلا در یک خانواده تعریف میکنیم، در یک شخص تعریف میکنیم. اگر این آقا رو قبول دارید ملی گرا هستید، اگر اون خانم رو قبول ندارید ملی گرا نیستید. و بعد در صدد حذف دیگرانیم، شعارهایی میدیم که خودمونم نمیدونیم حکومتی که بر اساس اون ایجاد بشه در نهایت ما رو به کجا میرسونه. و امروز نمونه های از اون رو میخونیم که چگونه جوامع سعی کردن محل نزاع رو به درستی تشخیص بدن. شما اگر نتونید بیماری رو به درستی تشخیص بدید، راه درمان اون برای شما میسر نیست. سالها فکر میکنید دلیل این حال بد شما پدیده الفه، اما میبینید نه، دردتون از جای دیگری است، شما توجه نداشتید. و گاهی این عدم شناخت سبب میشه که ما خودمون در همون دامی بیفتیم که فکر میکنیم که داریم باش میجنگیم. یعنی اگر جمهوری اسلامی بر سر کاره که ما از اون مینالیم، بخش اعظمش حاصل همین دوگانه سازی هاست که اگر هر کسی مثل ما فکر کرد، به اصول انقلابمون باور داشت یا هر چیزی، او هست که آدم ایرانی است، او هست که ملی است. بقیه همه اجنبی هم. همه در خدمت اجانب هم. جمهوری اسلامی هم همین حرفا رو میزنه. اپوزیسیون همه در خدمت اجانب، همه فریب خورده. ما کسانی که ما میاریم اونها رو تایید میکنیم، اینها آدم های خوب و درستی هست. بنابراین منبع دوگان سازی الزامن دین نیست، اما در مورد علی ابن ابی طالب خب مذهبه، دینه، تفکری است که او داره نسبت به سنت و بدعت. اما این دوگان سازی های خطرناک همیشه در دوران مختلف شکل خودش رو پیدا میکنه، شکل فلسفی حتی میگیره، الزامن دینی نیست. چون اندیشه های نژادی فقط در تفکر هیتلر وجود نداشت، کمی عقبتر بریم نبیدی تفکر ها وجود داره، از سوی عده‌ای تئوریزه شده. بعد افرادی که نزدیک به هیتلر هستن مثل اونهای آلفرد روزنبرگ و دیگران، اینها رو تئوریزه میکنن و هیتلر و دیگران اون رو به کار میگیرن و از طریق رسانه هاشون موجه میکنن. وقتی موجه کردن، شما ممکنه مشارکت بکنید در اینکه آدرس یهودیان رو بدید، اونها رو بفرستید به اون اردوگاه های مرگ و از اینکه اونها هم کشته میشن ناراحت نشید، چون قبلا در ذهن شما اومده که اینا میکروب هم، اینا انگل هم، اینا مثل زالوهایی میمونن که خون جامعه ما رو خوردن. میره سال 57 هم همین، یه عده طاغوتی هم، یه عده منافق هم، یک عده گروه های کمونیست هم. همه اینا باید کشته بشن. چرا؟ چون به آرمان‌های امام باور ندارم. و اون وقت من مشارکت میکنم در قتل برادرم، در قتل پدرم، در قتل افرادی که نزدیک به منن، اما طرز تفکرشون چیز دیگه است.
از یک شعار ساده ممکن شروع بشه. ما بیشتر ها خواندیم، اما برای اینکه این مسئله دوباره روشن بشه، امروز هم به چند فقره از اون اسناد ارجاع میدیم. ببینیم زمانی که علی وارد کوفه میشه، یه فعل و انفعالی داره صورت میگیره که جنگ نخبگانی رو ایجاد میکنه، نزاع نخبگانی رو ایجاد میکنه. یعنی کسانی که اندیشه ای دارن اما مخالف اندیشه ماست، و با اونها چطور برخورد بکنیم؟ نوع برخورد حتی در 1400 سال قبل اسباب تزلزل یک حکومت شده، اما ما درس نگرفتیم. شیعه بر همون اساس حکومت تشکیل داد. یعنی به قدر این ایدئولوژی تو ذهن این آخوندها قوی بود که فراموش کردن اگر میگن علی تنها ماند، دلیل اون تنها ماندن چیه که کنار این آقا 3-4 نفر آدم موجه وجود نداره، در کنار 4 نفر آدم استخاندار وجود نداره. یعنی زمانی که دوران انتهایی خلافت علیه، نمیتونه کشور خودش رو، مملکت خودش رو دست 4 تا آدم درست حسابی بده. کجا رفتن اونها؟ این قحط الرجال حاصل یک جنگ نخبگانی است. ما در اواخر سالهای 57 هم اینو داشتیم. رژیم گذشته برای اینکه محل رو برای خودش امن کنه، سرکوب کرد نخبگان رو. دیگه در اواخر هیچ کس رو پیدا نکرد که برای نشان دادن اینکه نه، من فضا رو باز کردم، میشه به من اعتماد کرد، 3-4 تا رجل و استخاندار دیگری از جناهای دیگه بیان، یک دولت ائتلافی، یک دولت ملی تشکیل بده. از اون خلع بود که خمینی همه چیزو بلید. الان در جمهوری اسلامی هم همینه. هیچ کس رو نداره که بهش تکیه بکنه. حتی برای ظاهرسازی هم مجبوره بره دنبال پزشکیان نام ها که اصلا کسی اسمشو نشنیده نه هیچ. رژیم ها وقتی به اون دوگانه سازی یعنی حزب اقدام میکنن، بعد از چند دهه دوچار اون فقر نخبگانی میشن. شوروی کمونیستی نمونش، آلمان نازی یا ایتالیای فاشیست به واسه جنگ شکست خورد. اگر میماندن مدت زمان زیادی، شما به راحتی میتونید ببینید همون سرنوشت رو خواهند داشت که فضا از نخبگان دیگه خالی میشه، مجبورید یه دبل قربانگو کنار خودتون بذارید که از اونها احساس خطر نکنید. خب علی وقتی وارد کوفه شد، از همون ابتدا به جای پذیرش آرا شروع کرد دستور به دشنام دادن رو. خب عرض کردیم یه عده‌ای بودن، از اینکه بخوایم بریم به جنگ طلحه و زبیر و عایشه، برای خودشون اشکالاتی قائل بودن، ایراداتی میپنداشتن که خب اونا اهل کتابن، اونا اهل باورها و عقیده ما هستن. تازه بعضی هاشون که نسبت نزدیک با پیامبر دارن، مثل عایشه، دو تاشون که جز عشره مبشره طلحه و زبیر که از نظر مقام و مرتبه همردی علی بودن. اونا علی کمی نزدیکتر بود از نظر نسبت، اما همان مزایا، همان ویژگی ها در طلحه و زبیر هم بود. بنابراین یه نزاعی هست. حالا ما تصمیم میگیریم وارد این نزاع نشیم. شما چطور با اونا برخورد میکنید؟ آیا اونا رو به رسمیت میشناسیم یا نه؟ ببینیم علی چه کرد. از اعمالی شیخ مفید بیاریم برای دوستان شیعه. روایت پنجم از مجلس 15. همانا مردانی چند از شما دست از یاری من برداشتند که من این کار زشت را بر آنان خورده میگیرم و آنان را مورد ملامت و سرزنش قرار میدهم. شما نیز به آنان بد گویید و سخنان زنندهی به گوششان برسانید تا به جلب رضایت ما تن در دهند. قدرم خوندیم این رو که ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه آورده که علی وقتی وارد کوفه شد، گفت آیا دی بودیم با من همراهی نکردید؟ به یارانش دستور داد که بی دشنام بدید، حرفای زننده به اونا بزنید که حساب کار دستشون بیاد که برای چی با ما نیومدن بجن. یعنی فضا به نحوی میشه که شما امروز اگر بخواید نگاه بکنید طبق این دستور العمل،
اگه کسی بگه که آقا این جنگ ما با امریکا، جنگ ما با اسرائیل، اینا زیاد به مصلحت نیست، داریم هزینه ای میکنیم که هیچ فایده واسمون نداره، دیگری با دیگری درگیره، ما از خودمون داریم مایه میذاریم. بلا فاصله روزنامه ها شروع میکنن بلش توطئه کردن. دیدید دیگه روزنامه های جمهوری اسلامی رو، هر کسی ذره ای به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایراد بگیره، در درون مطبوعات یا در هر جای دیگری بیابروش میکنن، مفتزهش میکنن از نظر خودشون. خامنه‌ای میگفت برید آقای مولوی عبدالحمید رو بدنامش بکنید، سیاست علی است، سیاست پیامبر اسلام هم همین، که دیگه کسی طمع نکنه به ما ایراد بگیره. سلیمانی ضد ما حرف میزنه، بریم برلش روتره بکنیم، بنویسیم او آقا اینجوریه اونجوریه، بنویسیم هرچی دلمون میخواد بنویسیم. وقتی میگیم طرف دین خوست، دین خوی یعنی همین، نشیش برمیگرده به ادیان که مربوط به دوران انتقام و خشونت و بربریت، همون ادبیات، همون روش، همون کارها، اما نمیپذیریم اون تفکرش با اون فرق داره. بنشینیم تفکرش رو نقد کنیم، دلایل خودمون رو بگیم، اونم دلایل خودش رو بگیم، قضاوت رو بذاریم به عهده بقیه، چون هر کدوممون اگه بخوام قاضی باشیم خب به نفع خودمون رای میدیم. من اندیشه خودم رو درست میتونم، شما اندیشه خود رو درست میتونیم، چه کسی باید این وسط داور باشه؟ آن وسط مخاطب داوره، نیازی به چاقو و اسلحه و تعرض به دیگران نیست. شما نظر خودتو بگون دیگه، نظر خودشو میگه. دین خویی یعنی اینکه نه، تو چون نظر با من مخالفه، من مفتزهت میکنم. بالاخره هفته دو ساعت که برنامه دارم، اونجا انتقام میگیرم، اینجا که نمیتونم حرف بزنم جوابشو بدم، تو برنامه خودم این کارو میکنم. که همون سیاستی بوده که جمهوری اسلامی انجام داد و این جو ارعاب و وحشت یه زمانی جواب میده، همه اون اندازه مقاومت رو ندارن، اون اندازه شهامت رو ندارن، اما مسئله بر سر اینه که ما چه موضعی میگیریم. اگه کسی داره ضد کسی صحبت میکنه که اندیشاش با ما مخالفه، ما خوشحال میشیم، تشویقش میکنیم یا نه در برابرش موضع میگیریم. اگر خوشحال میشیم، لذت میبریم، هنوز ما در اون فضیلت دینخویی هستیم. حالا ممکنه تو قرن جدید زندگی میکنیم در کشورهای اروپایی امریکایی، چند تا زبان هم بلدی، اما هم ویژگیمون همونه، مثل داستان کربلا و مدینه و این چیز هاست. نمیتونیم در رقابت مدرن که اساسش گفتگوست کارو پیش ببریم، میریم به سراغ سر. این سخنان زنندهی به گوششان برسانید، تا به جلب رضایت ما تن در دهند، یا کاری که مورد خوشنودی ماست از آنان مشاهده کنیم. مالک ابن حبیب تمیمی یربویی، این آقا رئیس شرطه های علی بود، رئیس پلیسش به اصطلاح، گفت به خدا سوگند من خود بد گفتن و سخن ناپسند و زننده گفتن به آنان را اندک میدانم. تازه این آقا همون داستان سعدی است که اشاره میکنه، ملک زباغ رعیت خورد سیبی، برآورن غلامان او درخت از بیخ. علی میگه برید فوش بدید، این میگه فوش تازه خیلی کمه، بده ما بیشتر بشیم بگیم، بکشیمشون، گردنشون رو بزنیم. به خدا اگر فرماندهی همه آنان را بکشی. وقتی کسی وارد کوفه میشه با این وضعیت، شما میتونید حساب کنید اون جامعه دچار چه رعب و وحشتی. بلا فاصله میان شما که یک اندیشه ای دارید و اندیشه های دیگر رو به رسمیت نمیشناسید، قطعا نزاع رخ خواهد. به همین دلیلی که کار فقط در حد افرادی مثل حنظلت ابن ربی نبود که من پیشتر خواندم برای شما، که بهش گفتن اگه با ما نیای به طرف صفین، زن و بچه‌ت هم گروگان میگی. کار به قبایل هم رسید. خب بخونیم ببینیم در مورد قبایل علی چه میگه.
تهدید قبایل کوفه. حالا شما قبایل رو امروز به عنوان احزاب در نظر بگیریم، امروز که ما جریان قبایلی نداریم، اما احزاب هن گروه هایی که یک اندیشه یا یک تفکری اونها رو به هم متحد کردیم. سیاست های علوی که زمانی قبایلی که نگاهشون متفاوت بود تهدید به حزب میکنه، امروز در درون جوامع مدرن اونها رو تبدیل میکنه که با احزاب بجنگیم، با گروه های مختلف و اندیشه های مختلف بجنگیم. و اتفاقا این گروه ها رو خیلی خطرناکتر میدونن تا یک شخص. روایت پنجم، مجلس چهلم، کتاب اعمالی شیخ مفید. روزی آن حضرت فرمود قبیله غنی و باهله و چند قبیله دیگری را که نامشان را برد نزد من فرا خوانید تا سهمیه خود را بگیرند. سوگند به آن کسی که دانه را شکافت و جانداران را آفرید، آنان هیچ بهره از اسلام ندارند. پس فهمیدیم دوگان سازی با اسلام و غیر اسلام، حالا اونم اسلامی که من تعریفش رو میکنم. بعد میگم خب اینا هیچ بهره از اسلام ندارند، من فقط اسلام رو میتونم. و من در جایگاه خودم سر حوض کوثر و مقام محمود، یعنی مقام شفاعت، گواهی میدهم که اینان دشمنانی بودند در دنیا و آخرت، و چنان قبیله غنی را کیفر دهم که قبیله باهله از ترس خود را خراب کند. و اگر حکومتم پا بگیرد، همزاد اونکش پا نگرفت، تازه وارد شد، همانا قبایلی را به قبایل دیگر و قبایل دیگر را به قبایل دیگری برهم زنم و خون 60 قبیله را هدر دهم که هیچ بهره از اسلام ندارد. قانون قابل درک میشه که چرا بعد از سال 57 گروه های مختلف تحت شباهت بین قبایل توسط جمهوری اسلامی حذف شده. برای اینا اهمیت نداره خون 60 حزب و گروه رو هدر بدن، چون از نظر اون امام اینا بهره از انقلاب ندارن، خائن به انقلاب هن. علی صحبت از اسلام میکنه، اینها صحبت از انقلاب میکنه. بس همین سیاست های علوی است که جا برای اندیشه های دیگر باقی نیست، جا برای گروه های اجتماعی دیگه باقی نیست. این جامعه چه جامعه است؟ ویژگی های چون این دوگان سازی چیه؟ اولین و مهمترینش التهاب تو جامعه است. یعنی شما همیشه در یک وضعیت بی‌ثباتی به سر میبرید. جامعه‌ای که بر اساس این نوع دوگانه سازی ها ایجاد میشه که حذف این و هم رو بنابر اون معیاری که من قبول دارم اون دیگران قبول ندارن، جامعه جامعه ملتهبی است. در جمهوری اسلامی تکلیف معلومه. شما در اپوزیسیون نگاه بکنید، این التهابی که وجود داره حاصل چه اندیشه هایی است؟ حاصل اندیشه هایی است که ملیگرایی رو در درون یه خانواده تعریف کرده. بقیه همه غیر ملی هست، به اصطلاح خودشون 57 هست، ملا، چپی، مجاهد، هر کسی رو در نظر بگیرید، اینا غیر ملی هست، مسبب بدبختی های ما. دیدی دیگه هیتلر هم این کار رو میکرد، مشکل جامعه آلمان رو انداخته بود گردن یهودی ها. این یهودی ها دیدید ما رو، آلمانی ها رو ما بدبخت کرد، آنقدر به مردم میگفتن، به گروه های دیگه میگفتن، اونا باورشون شده بود که بله اگر ما امروز در حالا پیمان ورسای شکست خوردیم در جنگ جهانی اول و داستان های بعد از اون، همه کار یهودی هست. تمام یهودی ها مقصر، نمیشه به اونا مشارکت کرد، اون حق نداره تو جامعه ما باشه.
امروز هم شما میبینید در درون اپوزیسیون گروهایی که نفرت پراکنی میکنن. فقط کافیه شما مخالف بودن، من سلیمانی سال 59 به دنیا آمد، 2 سال بعد از انقلاب ایران، میگه نه میدونی تو هم 57 هستید، میدونی چرا؟ چون تفکرت شبیه اوناست. دیگه نمیتونن به ما بگن شما سال 57 هم بودی، میگه شما 57 هستید چون فکرت اونجاست. و این بسیار خطرناک، این التهابی که الان در اپوزیسیون میبینید حاصل یک تفسیر و یک تعبیر و یک تعریف مزیق از مسئله ملی گرایی است و فراموش میکنن اصلا خود همین تعریف سبب شد که یک انقلابی در اون مملکت رخ بده. یعنی جایی که من برای اندیشه دیگران جا باز نمیکنم. اگر قرار ایران آینده ایرانی باشه که الگوش کشورهای غربی هم، با این نسخه که شما میپیچید نیست. با این نسخه قرون وسطایی شما نمیتونید جامعه خوب بسازید. همه مقصرن به غیر از ما، این 57 ها. حالا برید اگر تاریخ رو نگاه بکنی، هر تئوریسین انقلاب بگید آقا انقلاب ها چگونه رخ میدن، میگن در یک جامعه که سیستم حکومتیش بد، یه انسداد سیاسی حاصل میشه، فضا باز نمیشه، در نتیجه گروه های دیگر که مشارکت نمیتونن بکنن از طریق انقلاب کار خودشون رو پیش میبرن. تفکر شیعیان رو نگاه بکنی، میگی چرا کوفیان به علی همراهی نکردن؟ یه خب بیوفا بودن دیگه، الکوفی و لایوفی، کوفی بیوفا نداره دیگه. این قسمتشو نمیخونه که وقتی علی آمد کوفیان رو با چه لحنی با چه نوع دیدگاهی مورد ضرب و شتم قرار داد، نخبگان اون جامعه رو چطور سرکوب کرد، جو رعب و وحشت ایجاد کرد، جنگ های بی حاصل ایجاد کرد. نه، این بخش تاریخ نیاز نیست ما بخونیم، فقط ساده سازی بکنیم. یکی از کارهایی که اندیشه های ایدئولوژیک میکنه ساده سازی پیچیده ترین مفاهیمه و غالبا هم همه ما مبرا هستیم دیگه، میدونید دیگه، نژاد ژرمن مبرا، طبقه کارگر هیچ ایرادی نداره، مسلمان ها که همه خوبن، اما اونها هستن که دارن توطئه میکنن بر علیه ما. این چپ جهانی این خیلی بده، این چپول ها فلان. بعد میگن ما میخوام جامعه مدرن بسازیم. آقا با این تفکر شما نمیتونی جامعه مدرن بسازی، شما یه جامعه قرون وسطایی خواهی داشت. با این سبک زندگی شما نمیتونید طولانی مدت عمر کنید. به عقب یه نگاهی بندازیم، جامعه آلمان درس گرفت از اون پدیده ها، یه لحظه چشش رو ببنده احزاب نژادی دوباره قدرت میگیرن، راست افراطی دوباره قدرت میگیره. که دائم مسئولیت جمعی رو گوشزد میکنن برای اینه که آقا جامعهمون تبدیل نشه به یه جامعه ای که دوباره کورهای آدم سوزی را بندازه. اما وضعیت ما رو نگاه بکنیم، التهابی که در گذشته کمتر بود در بین اپوزیسیون، ولی تو این 2-3 سال نگاه بکنید چقدر افزایش پیدا کرده. شما فقط کافی توی میدانی برید در جای دیگری، عکس یه آقایی رو نبری، شعاری که اونا میدن نکی، تمامه. تعرض میکنن، فحاشی میکنن، هر کاری بخوان انجام میدن. بعد میگن آقا ما میخوایم من ایران آینده رو بسازیم. با این تفکر شما حتی نمیتونی یه روستا رو اداره کنی با این تفکر، چون علایق مردم متفاوت شده، سلایقشون متفاوت شده. یکی دوست نداره مثل تو که فکر میکنی فکر کنه، و با اون چه میکنی؟ پس التهاب در جامعه اولین نتیجه و نمود فضایی است که شما میخواید در اون فضای دوگانه سازی که منجر به حزب میشه رو اجرا بکنید. در کنارش خشونت و ترور هم ایجاد میشه. سعی کنیم ببندیم فضا رو.
احزاب رو، گروه ها رو، زبان ها رو. اون جامعه دیگه از نخبگان تهی میشه، چون اونایی که یا از ترس کنار میرن، خانه نشین میشن، یا مملکت رو ترک میکنن، سرمایه ها رو میبرن. چرا نظام های استبدادی در درون خودشون به مرور زمان دیگه نخبه‌ای وجود نداره؟ چون کسی جرأت نمیکنه حرف بزنه، جرأت نمیکنه مخالفت کنه. ما دچار یک خلأ میشیم، قحط و رجال میشه. بذارید بخونیم یه بخشی از کتاب های دکتر مصطفی علموتی رو در ایران در عصر پهلوی، در جلد اول در صفحه پنجم. متأسفانه در دوران سلطنت رضاشاه عده‌ای از شخصیت‌های ایرانی از بین رفته و گروهی زندانی و خانه‌نشین و تبعید و از کشور به دور شدند. این آقای علموتی در دوران رژیم گذشته نماینده مجلس بود، پست‌های مختلف دولتی داشت و از دولت مردان رژیم پهلوی است. کتابی داره 16 جلد. میخواد مطالبی رو به ما بگه که فهم کنیم چرا وقتی رضا شاه رو دارن از کشور میبرن، او مجبور فقط به سمت کسی بره که سالها خانه نشینش کرده، مثل فروغی. چرا تو اون مملکت کسی دیگه او رو دوست نداره؟ وقتی دارن میبرنش مردم خوشحالی میکنن. یه دلیلی داره. شما برای فهم یک پدیده باید برید تو اون عصر. هر چقدر میخواید تبلیغات بکنید اون بحث دیگری است، اما مسائل تاریخی چیز دیگه ای میگه. شما تلویزیون جمهوری اسلامی نگاه بکن، صبح تا شب از پیروزی ها شرط میزن، اما مردم رو نگاه میکنید دوچار هزاران مشکل هم. که از این حیث میتوان رضا شاه را به شدت مورد ایراد و انتقاد قرار داد. رژیم پلیسی و با حاکمیت جلادانی نظیر آیروم، درگاهی، مختاری و دستیاران آنها موجب شد که به حیات عده‌ای از فرزندان شایسته وطن ما خاتمه داده شد، که آن را میتوان از جمله گناهان نابخشودنی رضا شاه دانست که این امر سبب گردید مکتب تربیت رجال در ایران تعطیل شود. دیگه نخبه وجود نداره. من برم چیزی یاد بگیرم یا اظهار نظر بکنم. فضا به نحوی است که یک تشری بر آقای علی اکبر داور زد. طرف رفت خونه خودکشی کرد. چرا؟ چون میدونست همین آیروم ها و درگاهی ها و اینا برش پرونده میسازن. مگه نساختن بر علیه تیمورتاش و نصرت فیروز و دیگر؟ من رو بیابرو میکنه. پس بهتر خودم حداقل خودم رو بکشم که بیابرو نشیم. اون کسی که این همه خدمت کرده بود به عدلیه و حتی در برآمدن رضا شاه، افرادی مثل علی اکبر داور، اینا استوانه هایی بودن که رضا خان رو تبدیل کردن به رضا شاه. اما مزد پاداشش رو گرفت. یکی در زندان کشته شد، دیگری رو ترور کردن، یکی دیگه تو حبس بود. این آقای علی اکبر داور هم رفت در منزلش از زن و بچهش خداحافظی کرد، چون میدونست آن کاری که رضا شاه کرده 2 دقیقه بعد 3 دقیقه بعد میان میگیرن میبرنش، حالا یه پرونده هم میسازن که ایشان فلان بوده، این گونه بوده، آن گونه بوده. دیدید دیگه فضاها هست. بیابرو کن. داریوش اقبالی رو گرفتیم، خب چیکار بکنیم؟ بگیم تریاکی، وگرنه ما واسه شعرش رو نگرفت. بعدا دیدید نوای پرویز ثابتی آمد میگفت یک شعری خوانده بود که پوست نمیدونم فلانی، پوست پلنگ، پوست من نمیدونم پوست فلان، ما رو گرفتیمش. اما پرونده سازی میکنن که طرف فعال سیاسی نباشه، بجرم اعتیاد گرفتیم، معتاد بود.
ده اون آقای بهروز وثوقی که از این مصاحبه هاش گفتن آقا تو هر نقشی بازی میکنی؟ گفت بله. گفت اگه نقشت مثلا این باشه که شاه مملکت رو فلان کنی چی؟ گفت بله بازی میکنم. اگه نقشش خوب باشه من بازی میکنم، کارم بازیگریه دیگه. نه دیگه، اون وقت یه کامیونی میاد تو رو میزنه، بعد تو ماشینت هم یه شیشه مشروب میذاریم که متوجه بشن که آی بابا این آدمی بود که به خاطر شرب خمر و اینها حالش بد شد و بعد با ماشین کشتش. نظام های استبدادی نمیان پرونده‌ای بسازن که برای شما شأن و منزلت باشه، مثلا بگم انتخاب فکری بود، اندیشمند بود، ما رو کشتیم. نه، این خطرناکه، قهرمان سازی میشه. باید بریم پدیده ها رو ضد قهرمانش، طرف مثلا فاسد پروژه است. الان کلمه های پروژه و اینا دیدید دیگه، نقل و نقل دهان و مجلس این هاست، طرف پروژه است. چرا؟ چون جوابش نمیتونیم بدیم. خب بهترین کار اینه بگیم این وصله به اوناست، وگرنه پرونده میسازیم با خانوم ها بوده. دیدی در نظام دینی یکی از اتهامی که به افراد میزنن اینه که طرف اهل فساد و فحشاست. چرا؟ چون تو جامعه دینی مردم یه دید منفی دارن نسبت به افراد. غالب کسانی رو که جمهوری اسلامی اون اوایل میگرفت و میآورد برای مفتضح کردن، یکی از اتهاماتی که به اونا میزد اینه که آقا اینا دنبال زنان مردم هستند و دنبال دختران هستند و این کارا رو میکنن، چون مخاطب خودشون خوب میشناسن، میدونن چه تبلیغاتی میتونه اون افراد و نزد اونها بد کنه و غالبا هم افرادی که با این دستگاه های فکری در میفتن به هر انواع اقسام اتهامات مورد. دیدی شما حتی نه در ایران ما، سالها قبل خب یکی از اندیشمندان بزرگی که حالا نه به معنای فیلسوف اما یکی از تاثیرگذاران آقای توماس پین بود، من بارها از این شخصیت بزرگ خواندم در پلتفرم های مختلف، هم با دین مقابله کرد هم با دربار، هم کتاب عصر خرد او مسیحیت رو زیر سوال برد، هم کتاب عقل سلیم او و کتاب های دیگرش مثل حقوق انسان به سلطنت برد. آنقدر بر علیش توطئه کردم، چیزهای عجیب و غریب نوشتم که او حرامزاده است و نمیدونم ملحد است و شرابخواره و هزاران چیز به او بست. یک قهرمانی که ایالات متحده و فرانسه وامدار اوست به اصطلاح، یعنی دو کشور مدرن امروز بسیار زیاد وامدار اندیشه های او و کارهای اوست. اما چون وقتی با دین مقابله میکنی، دینی های ابزاری دارن برای انگ زدن به تو، دشمنان خاصی تو ذهن ملت هست، اینو شما وصف میکنی به اون. از این طرف هم همین داستان با ما نیست، حتما با جمهوری اسلامی. دیدید اون آقای علی کریمی یه فوتبالیست، نه فلسفه سیاسی رو میتونه بفهمه نه مسائل اجتماعی رو میتونه درک کنه. میگفت دو حالت بیشتر نداری، یا دوستدار اینا هستی که تو اپوزیسیون هستن، یا وگرنه ما جمهوری اسلامی هستیم. یه شهر و سوم وجود نداره. حالا کسی که اگه بهش بگی دو تا اصطلاح سیاسی بلدی، میگه نه. اما میاد دوگانه سازی انجام میده، حالا چند میلیون هم فالوور داره تو اینستاگرام. جامعه ما متاسفانه این وضعیت سیاست زدگی در اون هستی که فکر میکنن که این آقا هنری کیسینجر داره نظر میده، یه فیلسوف سیاسی است داره نظر میده، آقای رابرت دال، آقای لیبسیت، هانتینگتونه، یک کسی هست ما میشه روش حساب کنیم. دیگه فراموش میکنه این دوگان سازی ها دست آخر به کجا میرسه، یا با منی یا بر تو. این هم سازن علیست خاندیم دیگه، هنزله تو با منی یا بر منی. حالا از علی ابن ابی طالب تو علی کریمی هیچ تفاوت نمی کن.
یا با اینایی یا با اونایی. شق سومی وجود نداره که تو آدم مستقل باشی، نه با این باشی نه با اون باشی. اینا اینجوری جهان رو میبینه، جهان رو فهم میکنه، نهایت میشه سرکوب. خب ببینو علموتی چی میگه؟ که این امر سبب گردید مکتب تربیت رجال در ایران تعطیل شد و گروهی هم به خاطر حفظ خود و خانواده خیش از قبول هر گونه مسئولیتی سر باز زده و کشور به دست گروهی بله قربانگو بیفته که به هر صورت برای هر مملکتی خطرناک می باشد. در صفحه 5 دقیقا درست میگه. اگه من بدانم حرفی که میزنم تاوانش مرگ، تبعید، زندانه، خب میگم چه کاری، میگم کنار میشینم. میگم بعد شما یه کشوری دارید که در اون یه عده بله قربانگو تو کشور میان نزدیک میشن، از قبل شما استفاده میکنن و بعد کشوری بسیار حقیر و کوچک خواهید داشت، سرمایهاتون رو از دست خواهید. پس خیلی مهمه که ما چه چیزی رو میخواییم بسازیم. میخواید ساختمون رو خراب کنی؟ بسیار عالی. فرسوده است، کهنه است. خب حالا چی میخوای بجاش بسازی؟ نقشه رو که روی میز پهن میکنید میبینید این خانه همون خانه است که 1000 سال قبل فرو ریخت، 500 سال قبل فرو ریخت. خب این نقشه مشخص کننده است که ما داریم به کجا میریم. و مهمترین ویژگی هم اینه که نخبگان اون تیل باید احساس مسئولیت بکنن. عوام کاری نیستن، اونا میشنون حرفا رو و تکرار میکنن. نخبگان جامعه دارن به کجا میرن، به کدوم سمت میرن، به موزه گیری میکنن، به اون رو تشویق میکنن. شما اخیرا دیدید این آقای عبدالرضا داوری که مشاور احمدی نژاد بود آمد و اشاره کرد که ما باید یک دونه چپکشی مثل سال 67 انجام بدیم، این چپی ها رو بکشیم. چقدر ادبیاتشون نزدیک به همه، چون یا مسلمونی، نگاهت نگاه اسلامیه، نگاهت نگاه ولاییه، یه دشمن مایی دیگه، جور دیگه ای وجود نداره. بنابراین الان باید رفت به سراغ گروه های دیگر، اونا رو نابود کرد. اینا نخبگان همون دستگاه فکری هم. از اونا بعید نیست، بله. مثلا مملکتی که اونا ساختن حاصل همینه دیگه. خب؟ اما یه طیف دیگه ای وجود داره که من اشاره کردم، حالا نمونه‌ای از اونو میخونم. که میگه آقا جمهوری اسلامی روزگار ما رو سیاه کرد. کشور ما رو نابود کرد. جوانان ما رو فلان کرد. اما خودش از همون مبنا استفاده میکنه. حالا ممکنه از اون تفکر اهداف متفاوت بشه، اما روش سرکوبه، روش حذف. در یک دو برنامه پیشی من اشاره کردم به یکی از افرادی که مثل آقای شاهین نجفی که از سوی آقای رضا پهلوی معرفی شد که شما برید تو اون جمع کار بکنید دیگه، میخواید مثلا منشوری بنویسید و نمیدونم جمعی بشید و کار گزار انجام بدید و این. خب یه آدمی نبود تو کوچه خیابون باشه، به اندازه خودش در درون جامعه ایران یه طرفدارانی داره، حالا به عنوان یک موسیقی، هنر، اصلاح، هر چیزی، ورزش، برای دین نفوذ داره. به اندازه همون هم تفکر اونا باید مورد نقد قرار بگیره. عرض کردم اون هنرمندی که مردم رو دعوت میکنه به صندوق انتخابات که بیایید رأی بدهیم به آقای روحانی یا آقای فلانی، فردا نره دنبال کارش، بعد بهش میگه آقا چرا مردم رو دعوت کردی؟ شما مگه نه قرار نبود که این آقای روحانی یا دیگری این وعده ها رو داد محقق کنه؟ خب چرا سکوت میکنید شما؟ بس اون مردم صدایی ندارن، اما شما که یه تریبونی داری، یک صفحه‌ای داری، چرا انتقاد نمی‌کنی؟ چطور برای جذب آراء مردم میامدی اون آقا رو تبلیغ می‌کردی، دستبند سبز می‌بستی، شال بنفش می‌بندی، اما موقعی که وعده‌های اون آقا محقق نمیشه چرا اعتراض نمی‌کنی؟
به اندازه خود مسئولی. خب این آقا به اندازه خودش مسئوله به عنوان کسی که یک اندیشه هنری داره. خب اما مسئله بر جایی است که یه آقای دیگری این آقا رو معرفی میکنه، میگه تو برو تا کن مجمع بشینید اینجا میخوایم کار سیاسی بکنیم. اما تفکر این آقا چیه؟ یه مستندی پخش شد در شبکه من و تو، یه آقای رو آورده بودن از مسئولین ساواک، پرویز ثابتی، که سالها مخفی بود، هنوز هم زیاد آفتابی نمیشه، که اندیشه های رو بررسی بکنیم و نمیدونم ببینیم اون زمان چه بود و چه نبوده. باید نتیجه اخلاقی که این آقا میگیره، این نکتش بسیار مهمه، که شما کتاب نبرد من رو بخونی، اون رو تقبیح میکنی یا تایید میکنی. شما رفتار علی رو میشنوید میخونی، آیا اون رو تقبیحش میکنی یا نه میگی نه اندیشه درسته؟ اونجا میشه شما تشخیص داد که شما چقدر زاویه داری با افکار، با اون اندیشه، با اون افراد. خب ایشون نتیجه اخلاقی گرفت، اینو پست کرد، یه بخشش بخونی. نتایج اخلاقی سیاسی مستند پرویز ثابتی تا به اینجا: دشمنان خارجی را دست کم نگیر، مخالف داخلی را از درون کنترل و هدایت و یا حذف کن. یعنی چی مخالف داخلی رو حذف کن، کنترل کن، هدایت کن؟ خب اینا همین کارهایی بود که در گذشته انجام شد. به کجا رسید؟ شما نتیجه اون سیاست ها رو به من بگو، به کجا رسید؟ مگه جمهوری اسلامی آدم کشی نمی کنه؟ 100 برابر بدتر از رژیم گذشته. آیا جامعه من خوب شده؟ آیا این جامعه در یک بی‌ثباتی به سر نمیبره؟ شما فکر کردی مثلا بیشتر بکشی کارها راحت تره؟ نه، بی‌ثباتی بیشتر. دقیقا همین طرز تفکر جمهوری اسلامی داره، میگه من میکشم، هیچ اهمیتی نداره برای من. اما هر روز در ترس با مردم باده، یا زود همین رژیم خواهد رفت. تمام رژیم ها اینطوریه. اون شوروی کمونیستی با اون همه یال و کوپال و اون چیزهایی که داشت و اون اندیشه های فلسفی که پشتش بود از بین رفت. چون شما نمیتونی جامعه رو، اونم جامعه امروز با اون همه تنوع و تکثر و ارزش‌های مدرن، با سرکوب و چاقو و درفش و اینا اداره بکنه. نشدنیست. حالا آقا درس گرفته مثلا، بعد میخواد بره تو اون جمع هم بشینه نظر بده. خب با همین تفکر خیلی عقب نشینی میکنن. یکی از دلایلی که جنبش ها عقب نشینی میکنن اینه که ببینن تفاوتی نمیکنه بین دو آلترناتیو، بین دو گزینه. میگه خب اینا هم همینجوری، اونا هم که قرار همین کارو بکنن، من برای چی برم تو خیابون کشته بشم؟ یکی از دلایلی که آقای رابرت دال اشاره میکنه که عدم مشارکت شکل میگیره اینه که مردم احساس کنن بین این دو تا گزینه تفاوتی وجود نداره. اینا هم حذف کنندن، اونا هم حذف کنندن. اینا تو تهران میزنن، اونا تو لندن میزنن. اینا شعاراشون مرگ بر این مرگ بر اونه، اونا هم شعاراشون مرگ بر این مرگ بر اونه. خب دیگه چه انگیزه ای وجود داره؟ من چیز جدیدی به دست نمیارم، فقط شکلش فرق داره. و چه بخوای یا نخوای اینها به جنبش ضربه میزنه. با مسلمانان سیاسی و کمونیست ها مهربان و فروتن و آسانگیر نباش. یعنی اساس صلح و مدارا و تساهل در درون اندیشه این آقا قربانی شده است. مسلمانان را در مسجد و کمونیست ها را در دانشگاه زندانی و اخته کن. یعنی وقتی این نوع تفکر رو شما میبینی، اگر من انسان دموکراتی باشم، اگر انسان آزاداندیشی باشم، بلافاصله عذر این آقا رو میخوام که تو برو در مسجد مسلمانان رو اخته کن،
در دانشگاه ها کمونیست ها رو اخته کن. و همین کارهایی بود که انقلاب فرهنگی تو ایران انجام بده. تفکر چیه؟ فلان زندانیش کنید، از دانشگاه بیرونش بکنید. دوستان بپذیرید وجود این افراد به جنبش کمک نمیکنه. هر کسی سر و صدای زیادی داره به معنای نیست که حرفاش درسته. اگر میخواید ایران خوبی بسازی، 4 تا آدم درست حسابی کنارتون باشه. مردم وقتی نگاه میکنن به این ویترین لذت ببرن، بگن خب آدمایی هستن که حداقل اختلاف عقیده که همش وجود داره، اما دیگه دستور حذف نمیدن، دستور سرکوب نمیدن. و چه فرقی کرد بین جامعه که شما میخواید بسازی با جامعه علوی؟ چه تفاوتی میکنه بین شما و جامعه علوی و جامعه ولایی؟ همش که همینه. بعد تا اعتراض میکنی میگن آقا بفهم این پروژه است. اتفاقا پروژه اینها هم که پروژهشون شبیه پروژه جمهوری اسلامیه، آدم جمهوری اسلامی نیستن ها، اما برنامهشون اینونه. خب دیگه اون جوانی که آره اندیشه های دیگری داره، تفکر دیگری داره، راجع به شما چه فکری میکنه؟ من سلیمانی که نزدیک به 10 سال نقد دین میکنیم، یک بار نیومدم بگم مسلمان ها رو اخته کن. اما این طرف مقابل چه تفکری داره؟ و در نهایت این تفکر به یک ایران آزاد، یک ایران دموکراتیک، یک ایران حقوق بشری، یک ایران سکولار کمک نخواهد کرد. یه بار ویترینمون رو تمیز کنیم. خب ادامه میدیم این مباحث رو در آینده، که این دوگانه سازی ها خیلی اهمیت داره، هم برای فهم دوران علی، دوران جمهوری اسلامی و دوران آینده‌ای که میخواییم بسازیم. سپاسگزارم از جناب شهرتی عزیز و تلویزیون پارس. تا برنامه دیگر که در خدمت شما باشیم، موفق باشیم.